داشتن ذهن قوی یکی از مهمترین اصول رسیدن به موفقیته و کسایی که میخوان قدرت ذهنی و هوش خودشون رو افزایش بدن باید عادتهای نامناسبی که دارن رو ترک بکنن. توی ویدیوی امروز میخوام راز داشتن ذهن متمرکز و قوی رو با ترک 5 تا عادت بهتون بگم. برای داشتن ذهن قوی 5 عادت رو باید کنار بذارید. داشتن ذهن قوی و قدرتمند برای موفقیت در هر کاری لازمه. پس با شناخت موانع رسیدن به این مهم، هر کسی میتونه به بهترین نحو از قدرت ذهنی خودش در کار و زندگی استفاده کنه. وقتی که شما در حال کاهش وزن، کار کردن، یادگیری یه حرفه و خب خیلی از چیزهای دیگه هستید، باید ذهنتون آماده بشه تا بتونید از اون به نحو احسن استفاده بکنید. بدون ذهنیت مناسب به راحتی تمرکز خودتون رو از دست میدید و کارهایی رو که باید انجام بدید نمیتونید خوب انجام بدید. در ویدیوی امروز در کانال محمود بیز 5 عادت نامناسب رو به شما معرفی میکنم که به شما در داشتن ذهن قوی کمک میکنه. اولین مورد اینه که مقایسه بکنید. اگه میخواد ذهن آماده داشته باشید، پیشنهاد میکنم که مقایسه کنید. این برای زمانیه که شما به اطرافتون نگاه میکنید و فکر میکنید که بقیه از شما ثروتمندترن، لاغرترن، با استعدادترن و موفقتر از شما، که از این موضوع میتونید به عنوان هدف استفاده بکنید که در نهایت هم شما هم موفق میشید و هم ذهن فعالتری خواهید داشت. دومین موردی که باید یادتون باشه اینه که به چیزهایی که مهم نیستن فکر میکنید. مشکل اینه که شما ذهنیتتون رو با چیزهایی که مهم نیستن پر کردید، که این کار شما منجر به استرس اضافی و ترس و اشتباه میشه و در آینده باعث بروز برخی مشکلات. کلمات و کاربرد اونها مهمن. برای اینکه موفق بشید و حافظه خوبی داشته باشید، باید از چیزهای پیش پا افتاده بگذرید تا بتونید موفق بشید. توجه خودتون روی مطالب مهم و چیزهایی که باعث پیشرفت شما میشه صرف کنید. سومین مورد اینه که حرفهای آدمهای صاحب نظرات اشتباهو گوش میکنید. با این حال که هر کسی میتونه نظرات خودشو به اشتراک بذاره، این به این معنی نیست که شما باید به حرف هر شخصی گوش بکنید. بعضی از افراد ممکنه با حرفاشون شما رو از هدفتون منع کنن. لازم نیست که در مورد این اشخاص بی‌ادبی بکنید، بلکه شما میتونید از اشخاصی که میتونن شما رو به بهترین نحو راهنمایی کنن راهنمایی بگیرید. اگه دیدید که شخصی حرفای ناامید کننده میزنه، برای اینکه جواب اونو ندید یه لبخند مؤدبانه بزنید و از او تشکر بکنید و بعد اونجا رو ترک کنید. و اما چهارمین مورد، باور ندارید که هر کاری رو به تنهایی میتونید انجام بدید. شما احتمالاً باهوش هستید و دارای مدرک عالی و شما میتونید دستاوردهای بزرگی تو زندگی خودتون کسب بکنید. اگه باور داشته باشید که خودتون به تنهایی میتونید هر کاری رو انجام بدید، زودتر موفق میشید و برای موفق شدن خودتون به هیچ کس احتیاج نخواهید داشت. تنها عامل مهم تو موفقیت شما اینه که شما خودتون رو باور داشته باشید که از پس هر کاری میتونید بر بیایید. و آخرین مورد اینه که زمان زیادی رو در سفرهای غیر ضروری میگذرونید. به طور معمول هر کسی به مسافرت میره، اما مسافرت چیزی نیست که باعث بهبود یافتن سطح ذهن ما بشه. بهتره به جای مسافرت‌های طولانی کارهایی برای رسیدن به هدفمون انجام بدیم که در قالب سفرهای کوتاه شما رو در تقویت ذهنتون یاری میکنه. امیدوارم از ویدیوی امروز استفاده کرده باشید. لطفاً کانال من رو در یوتیوب محمود بیز اگر سرچ میکنید برای اولین بار سابسکرایب کنید و ویدیو رو بعد از اینکه دیدید برای دوستان خودتون به اشتراک بگذارید. موفق باشید. خداوند یار و نگهدارتون.